ғавсиддин ғаззот яке аз фармондеҳони пешини ҷаҳодӣ дар балх мегӯяд ки нерӯҳои амниятӣ болои хонааш дар вулисволии мормӯли вилояти балх ҳамла намуда ва ду тан аз афродашро куштанд ин фармондеҳи пешини ҷаҳодӣ мегӯяд ки пулис бидуни кудом далел болои хонааш ҳамла намуда ва панҷ тан аз ҳамсояҳояшро низ дастгир намудандб کی را گفتند کدام مجرمی بودن که رفتن و گرفتن ما از شما خواهش میکنیم که صدای ما را بلند بکنین در هنجا ما مظاهره داریم مویسفیدار را روان کردیم شاید های ما را میاره با او قماندانی شاید دنی ولایت بیاره با گفته این فرمانده جهادی در کمتر از دو ماه گذشته این دومین بار است که نیروهای امنیتی بالای خانش حمله میکنند و این حملات نیروهای امنیتی بالای خانش را پرسش برانگیز میدانند و از حکومت میخواهد تا در برابر این حملاتشان پاسخگو باشند و دیگه عملیات حملات است که بسر ماه هست در طول تقریبا 50 روز میشه که دو عملیات که دو دفعه دو مظلوم بیچاره کشته شد به дар ҳамин ҳол сухангӯи пулиси балх мегӯяд ки ин амалиёт барои дастгирии муҳаммад насим яке аз фармондаҳони мусаллаи ғайримасъул сурат гирифта ки дар натиҷа ду тан кушта ва пан тан аз афроди фармондеҳ насим тавассути нерӯҳои амниятӣ дастгир шуданд ба гуфтаи сухангӯи пулиси балх миқдори ҷангафзор низ ба дасти пулис омадааст شخصی به نام محمد نسیم که سرباند ای افراد مسلح غیر بود با نیروهای امنیتی درگیر میشه و شخصی محمد نسیم زخمی و دو تن از افراد مسلح غیر مسئولش کشته میشه و پنج تن پلیس بازداشت کرده فعلا در نظارت نیروهای امنیتی است پس از بررسی ها اگر اینا الزامیت داشتن در درمی یا هم پیش نیروهای امنیتی اگر کدام الزامیت داشتن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشه در صورتی که بیگناه بودن اینا دوباره رها میشوند این فرمانده پیشین جهادی میگوید که اگر چگونگی حمله بالای خانهش روشن نشود اینان دست به اعتراضات خواهند زد